دم غروب شده بخوای با خاطرات گریه کنی، یه گوشه‌ای بشینی تو تنهاییات گریه کنی، یا یکی از کرب و بلا بگه برات گریه کنی. شده دلت بگیره تا که به یه جا خیره بشی، تو جا نماز به تربت کرب و بلا خیره بشی. چند دقیقه به عکسای گنبد طلا خیره بشی. روز قدیر محمد مصطفی در آخرین حج خودش دست مولای ما علی علیه السلام رو بالا گرفت. بالا گرفت چون حضرت حق ازش خواسته بود و به او فرموده بود که اگر این ماجرا رو به امت من، به مسلمونا ابلاغ نکنی، رسالتت کامل نمیشه. دست علی رو بالا گرفت تا بشریت هدایت بشه. اما چند سال بعد در روز دهم محرم که بعدها بهش گفتن عاشورا، در سال 61 هجری، پسر همون علی، نوه همون پیغمبر، در کربلای معلا گرسنه و تشنه در عصر عاشورا، موقعی که همه یاراش رفته بودن، بازم به فکر هدایت امتش بود. ایستاده بود در لحظات آخر، ناامیدتر از همیشه برای هدایت داشت تلاش میکرد، داشت خطبه میخوند که ای مردم، من حسینم، من پسر علی و فاطمه، من نوه پیامبر اسلامم، من سبت پیامبرم و با شما دشمنی ندارم. آیا حلالی رو حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم؟ چی کار کردم که جلوی من 30,000 نفر یا در روایات دیگر بیش از 30,000 نفر شمشیر برهنه کردید و به نیت قربتن الالله جلوی من شمشیر کشیدید؟ تو همین خطبه خونی و گیرودار بود که صدای گریه اهل حرم به گوش حسین علیه السلام رسید. برگشت به سمت حرم ببینه چی شده، که خواهرش زینب رو دید که طفل شیرخوار 6 ماهش رو به آغوش گرفته، طفلی که بیتاب بود از تشنگی. میدونیم دیگه بچه شیرخواره اگر لحظه به شیر و آب نرسه بیتاب میشه. حساب کنید از همین شب هفتم که آب رو به حرم سیدالشهدا بستن، چه اتفاقی برای اون بچه افتاد. و در اون لحظه تصور این که سیدالشهدا چی کار میخواد بکنه برای هممون تلخ و سخت و جانکاهه. سیدالشهدایی که خودشون هم تشنه بودن، هم خسته بودن، هم کلی جوونت دست داده بودن، هم کلی رفیقت دست داده بودن، تو اون لحظه باید به فکر آب برای طفل شیرخوارشون میبوده. طفل رو بغل کردن، برگشتن به جایی که خطبه میخوندن. یه جمله‌ای داره سیدالشهدا که دل عالم آب میشه براش، دل عالم براش میسوزه. شاید همون لحظه بود که از عالم بالا ندا اومد که حسین جان کافیه، ما از تو پذیرفتیم. اما حسین علیه السلام پای عهدی که با خدای خودش بسته بود ایستاد، کودک رو روی دست گرفت، خطاب به جماعتی که چند سال پیش همشون یا خودشون یا پدرانشون با امیرالمومنین در روز قدیر عهد کرده بودن و بعد عهد شکسته بودن، یه جمله داره که خیلی سخت مرور کردنش. سیدالشهدا لنگر زمین و آسمان، خطاب به دشمنش اینطور عرضه می داره که اگر به من رحم نمی کنید،
به کودک شیر خارم رحم کنید و اگر آب رو باز نمی کنید به سمت حرم، کودک منو بگیرید ببرید سیرابش کنید برگردونید، مادرش رباب تو خیمه بیتابه. امشب شب هفت محرم الحرامه، شبی که عالم پای سفره باب الحوائج امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغر نشسته و هممون مطمئنیم که این شیرخواره شش ماهه حتما امشب صدامون رو میشنوه. امشب بیایم برای رضای دل رباب سلام الله علیها عشق بریزیم بر این مصیبت که انشالله مادر این شیرخواره دعاگومون باشه. روزه امشب، روزه بزرگ عقیق، امشب تقسیم میشه ثوابش با شهید آقا مجید سیب سرخی عزیز که سالها تو جبهه بود، اومد روزه خون سید الشهدا شد، بی ادعا روزه برگزار میکرد و برای سید الشهدا پرچم داری میکرد. امیدوارم همین حالا پای سفره سید الشهدا روحت شاد بشه آقا مجید سیب سرخی. سلم لمن سالم و حرب لمن هاربکم الى یوم القیامه. این جانب مجید سیب سرخی نظامی از تهران، جمیل اشید شهدا واحد سرات عملی جان قبله من روی تو باشد علی جان، محراب نماز بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که حسین علیه السلام را آفرید و بهش انقدری عزت داد که همه عالم رو پای سفره رحمت واسعه خودش بشونه و روزی بده، روزی کریمانه بده، و الحمدلله رب العالمین ما هم جزو اونهایی هستیم که هنوزم که هنوزه حسین حسین رو لبمون هست و نگاهمون به کرم این مرد بزرگ تاریخه. اما همین ابتدای برنامه در عقیق باید بریم سراغ آقای دکتر کشفی عزیز و قصه یکی دیگر از اصحاب سید الشهدا. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر باشه. امشب شب حضرت علی اصغر علیه السلام هست. یادی کنیم از مدعاهای بی‌نام و نشانی که نه تصویری ازشون هست و نه صدایی. در کوچه پس کوچه های شهر روزه حضرت علی اصغر رو میخواندند و فقط شاهد این همه عشق‌بازی خود خداست و خود امام حسین. تقریبا همشون این دو بیت شعر رو از قدیم میخوندند. شعر مال جیحون یزدیست: آن همه اصغر بودند اکبرم استین، حجت کبرای روز محشرم استین. این که بدین کودکی گناه ندارد، یا که سر جنگ این سپاه ندارد. ما در شب‌های گذشته درباره اصحاب امام حسین صحبت کردیم، از امشب به بعد درباره اصحاب صحبت می‌کنیم. اما در قامت این جمله تاریخی امام حسین که فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل
لایتناهی هم. امام حسین از حق گفت. داستان امشب ما داستان عجیب تر از دو شب گذشته است، چون نه شبیه حبیب سابقه آنچنانی در رشادت در مورد امیرالمؤمنین دارد و نه همچون زهیر سابقه تبار معروف دارد. او همه تبارش، حسبش، نسبش، افتخارش حسین است. درباره اسم پدر او صحبت کردند، اما فکر میکنم خودش راضی است که بگوییم امشب شب جون است، غلام سیاه امام حسین. امام حسین علیه السلام در عاشورا کنده یک نگارخانه‌ای رو برپا کرده که تابلوهای بی‌نظیری از انسان آرمانی عرضه کن. برای اینکه بفهمیم جون چه کسی بوده و رفتار امام حسین با او چه عظمتی دارد، باید مقدار برگردیم زمان امام حسین رو بشناسیم و ببینیم نگاهشون به این غلام‌ها به چه صورت بوده. گفتیم امام حسین علیه السلام از حق صحبت میکنه. سختش نکنیم. حق یعنی واقعیت. امام حسین علیه السلام یکی از موضوعات حقی که در دوران خودش پایمال شده بود و حق تبدیل به باطل شده بود و او رو ناراحت کرده بود که بقیه این جمله هست، عدالت اجتماعی بود، حق همه مردم. به اختصار اگر بخوام بگویم، بعد از پیامبر که پیامبر آمده بود فرموده بود که همه انسان‌ها با هم برابر هستند، کسانی آمدند که این گونه فکر نمی‌کردند. قرائتشون از قرآن اینطوری نبود. آمدند یک نظام طبقاتی شکل دادند، یعنی دو مرتبه بازگشتند به قبل از اسلام. به طور مثال در دادن وجوهات دولتی و بیت المال، آمدند عرب رو به عجم رجحان دادند، آمدند قریشی رو به غیر قریشی رجحان دادند، حتی مکی رو به طبقات درست کردند و به اونها که اون اجرها و اون تصورات رو داشتن، طبقات بالاتر بودند، بسیار می پرداختند و طبقه زیرین که فقط مسلمان بودند کم. آرام آرام اختلاف طبقاتی در جامعه شکل گرفت و آرام آرام انقدر ثروت اون طبقه بالا زیادتر شده بود که نسبت به فرودستان با نگاه تحقیر نگاه می کردند. حالا ما یک غلام داریم با این فضا. او خیلی جالبه، اهل شمال آفریقاست. اولین بار امیرالمومنین علیه السلام که گوهرشناس، او رو کشف میکنه. به 150 دینار از یکی از فرزندان پسر عمو او رو میخره. برای تربیتش چه میکنه؟ او رو مأمور میکنه با ابوذر که اسلام صریح راستینه به روضه بره و مدت‌ها در روضه در کنار ابوذر تعلیم ببینه. ظاهرش این که کمک بکنه، غلام ابوذر باشه، اما باطنش این است که او رو بپروراند. حدود سال 32 ابوذر از دنیا میره، او برمیگرده به خانه علی. در خانه علی و امام حسن و امام حسین میماند حدود 30 سال. در تاریخ عاشورا ببینید بسیار نکته مهمی است. حالا اون غلام رو گفتیم، در اون شرایط در تاریخ عاشورا غلام با این تعریف همراه سرور مولاش می آید به کربلا. ظهر عاشورا میشه، انقدر این داستان عجیبه، ظهر عاشورا میشه، یک به یک می روند. امام حسین قبل از این که به نوبت برسه و شرایط سخت بشه، جون رو به حضور می طلبند. جملات در تاریخ ثبت می فرمان جون، تو کارتو انجام دادی، سالها برای ما خدمت کردی، سالها محبت کردی، من اصلا بیعتم رو از تو برداشتم، برو. خیال میکنید جون چی میگه به اون؟ به آقا، سرور، بزرگوار. ای کاش همیشه ما اینطوری فکر میکردیم. میگه آقا من یک عمری سر سفره شما بودم، یک عمری در زمان خوشی با شما بودم، حالا زمان غم شما رو رها کنم؟
ببینید حق اینجاست، این یه اصل اخلاقیه که وقتی که شما در شادی یک نفر بودید در غمش هم شریک باشید. اشکال سپاه مقابل همین بوده، قرائتشون از دین، نمازشون، عبادتشون، اخلاق ازش ظهور نمی‌کرد، چون بعد خلاصه اونا در اخلاق انسانی ظهور کنه، اخلاق نبوی ظهور میکنه. ببینید اونها اخبارش موجوده چگونه با غلامان این زمان جاهلیت شده بود. حالا فقط فرقش این بود که اسم اینا صحابه است. انقدر ثروتمند شده بودن از فتوحات اینها که داره با تبر طلا خورد میکردن، اما رفتارشون با غلامان این گونه بوده؟ نه. امام حسین اگه اونا بودن اول میتونن غلاما برن شهید بشن، فدای ما بشن. امام حسین میگه نه، تو زحمتات رو کشیدی. چقدر آقاست، چه جوابی میده؟ میگوید که آقای من، میشه منت بر سر من بگذاری؟ امام حسین رو میشناخته، دونسته آقاست. میشه منت بر سر من بگذاری و اجازه بدی منی که میدونم رنگم سیاه، از خانواده شریفی هم حالا مشهوری نیستم، حالا بوی بدنم هم شاید خیلی مناسب نباشه، آیا اجازه میدی خون من با خون شما مخلوط بشه؟ شما فکر کنید امام حسین دلش میاد که او رو از این زمانه اوج انسانیت دور بکنه؟ نه، امام حسین اجازه میدن جون به میدان. قربون امام حسین که سر همه رو عصر عاشورات اون معرکه موقعی که به خاک میافتادن به آغوش میگرفت، دستی به سرشون میکشید. برسیم به جون، خیلی فرق داره. اما قربت سید الشهدا اینجاست که وقتی خودش رو خاک افتاد هیچکی نبود که سرش رو به آغوش بگیره، و مردونگی سید الشهدا همین که دکتر فرمودن ماجرای به آغوش گرفتن سر غلام سیاش با همه ماجراها فرق. حسین جان ای آب روی دالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم. این شبا شبای روزه است. من حالا قبل اینکه ادامه بدیم بحثمون رو با جناب آقای کشفی، چیزی یادم افتاد که لازمه فکر کنم الان بگم. ما امروز تو خیابون داشتم راه میرفتم، سه تا عزیز افغانستانی رو دیدم که اومدن جلو ابراز لطف کردن. اسمشون هم بذارید بگم، آقا موجود، آقا متین و آقا سعید. سه تا جوون مثلا 17 18 ساله افغانستانی بودن که به هر دلیلی اومده بودن به کشور ما. گفتن امشب که رفتی سر برنامه سلام ما رو به مردم ایران برسون و بگو که ما اهل سنتیم، ما افغانستانی اهل سنتیم، اما ما هم زلفمون گره خورده به سید الشهدا، ما هم میریم روزه و دست به دامن این آقای عزیز میشیم و فکر نکنید که امام حسین فقط برای شما شیعه هاست. میخوام بگم که امام حسین نه تنها فقط برای ما شیعه ها نیست، برای اهل تسنن هم هست، که برای همه عالمه، برای همه آزاده های دنیاست. فرقی نداره طرف مسیحی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، حتی یهودی باشه، هر کی آزاده باشه میتونه دست به دامن این آقا باشه و این آقا اینقدر کریمه که جوابش رو میده. آقای دکتر ادامه بحث جون رو بشنویم. تا اینجا رسیدیم که سر جون رو به آغوش گرفت. اولا یه رفتاری امام حسین با او کرده که این رفتار رو با عزیزترین، محبوبترین شهید کربلا که حضرت علی اکبر کرد. این چه تفکر انسانی است که فرزند جگرگوشه ای که شبیه ترین به پیامبره داریم که صورت بر صورت او گذاشت، حالا فردا شب بهش میپردازیم. دقیقا همون کار رو با جون غلام سیاه خانه ذاتش کرد.
این چه عشقی دارد به انسان، به غلام سیاهش، همانطور که به فرزندی که از اوست و شبیه ترین پیامبر. امام حسین آمد، صورتش رو مدتها گذاشت به این صورت سیاه، طمع میکنه، مام طمع میکنه، مدتها صورت مبارکش رو بر صورت جون نگه داشت. عاشقانه بعد شروع کرد او رو دعا کردن، اللهم بیض وجهه، گفت بود من رو سیاه، خدای رو سفیدش کن، اللهم طیب ریحه، بوی خوش، میگه بوم خوب نیست، تو بده از بوی خودت، از بوی که خودت خلق کن. بعدش یه دعایی کرد که برای هیچ شهید کربلا نکرده، گفت خدایا جون رو در مرتبه ابرار قرار بده. ابرار در قرآن در اعلا الیین بهشت. ابرار پیامبر فرمودند، فرمودند ابرار مقام یاران و شیعان علی است. همین خیلی بلند، او یعنی او قبول کردن، اما انگار امام حسین بازم دلش آروم نشد، گفت خدایا روز قیامت عرف او رو به ما، به محمد و آل محمد برسان. چقدر با وفاست هست، میگه اینجا با ما بوده، اونجا هم تو خدایا به مقام ما که بالاترین مقام هستیست، خدمتکار خانه ما را هم که جون است برسان. یعنی تو دایره اصحاب سید الشهدا فرقی نداره که حبیب نماز شب خون باشی یا غلام سیاه باشی، همه حلت به فنائک میشن، همه حلت به فنائک میشند. البته مگه میشه در خانه علی بود و نماز شب نخواند؟ مگر میشه یک عمر در کنار علی بود و رنگ و بوی او رو نگرفت؟ تاریخ به احوالات جون چون در موضوعات نبوده نپرداخته. بدون شک جون یک مصول اعلای انسانیت، عبادته. ما چه میدونیم؟ شاید شبها که علی میرفته برای کمک، که حالا بهش خواهیم رسید، جون همراهش بود. در اواخر عمر خدمت حضرت سجاد رو میکرده. ولی بید امام حسین در او چه عظمتی میبینه، این چه عشقیست. آدم نمیدونه اینجا بگه جون عاشق امام حسین بوده یا امام حسین او رو بیشتر دوست داشته. البته که امام حسین او رو بیشتر دوست داشته، چون دل حسین است، عرش الرحمن است. میگن همه هستی در عرش خداست. بعد میخونی منظار الحسین به کربلا که منظار الله فی عرشه. او دشمنان هم دوست داشته، گفتیم دیشه این همه بهشون میرسیده، این همه چجوری میرسیده، دعوتشون میکرده به طرف صلاح، از جهنم دستگیریشون میکرده به طرف بهشت. چه کردند این خاندان؟ غلام های اینها شدن ستاره های آسمان انسانیت. یه جوی طمع که گفتین، یه جمله داره سید الشهدا لحظه آخر که شمر داره جسارت میکنه و اون خنجر رو گذاشته به خنجر مبارک حضرت، میگه شمر بیا کشتن من دست فردار، من هم بهت دنیا میدم هم آخرت میدم. اون که میدونه حتمیه، تقدیره. بله، فقط او رو میخواد نجات بده. دقیقاً، از کشتن من دست بردار، بذار یکی دیگه این کارو بکنه. حتی این عبارت هم هست. دقیقاً. و شمر که در اون لحظه، همون لحظه شقی ترین آدم هست، رو میگه اگر همین یک کارو بکنی هم دنیات آباد میشه هم آخرتت. و ببینید غلام این خاندان شدن آدم رو به کجا میرسونه. شعر زیباست، بیه آن امیری که درز افلاک برتر اندازد در خیبر، قنبرت را سزد به خدای طرح افلاک دیگر اندازد. ای علی گر به حشر قنبر تو جبر را سایه بر سر اندازد، می سزد آن که ابر رحمت جبر سایه بر اهل محشر اندازد. اینا غلام هاشون
کسانی که ما به نظر اون موقع نمی اومدن افلاک بر هم می زنند. ما بر آستانه امام حسین هستیم تو این روزا، تو این شبها، به قدر ناتوانیمون. اگر او رو بشناسیم، اگر بفهمیم حقی که او میگفت چیست، اگر از اون گلوی خشکیده‌ای که فریاد میزد الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عن، اگر اینو بفهمیم پیام به ما رسیده، باور کنیم که مام با او فلیر حل معنا میشه درون و برونمون، زندگیمون، همه چیزمون. معرفت که خیلی خوبه، ولی ما اگر کرامت حضرت آل الله رو باور داریم، ما به عنوان گدا وقتی میرون دم خونشون، برای اونو فرق میکنه ما معرفت داریم یا نه؟ بله، یه وقت او رو میشناسی محبوب. ببین اگه عاشق بشی باید معشوق رو ببینی، یه وقت ظاهرش رو میبینی، بعد یه وقت برای تو زیبایی یه گل زیباست، یه وقت عدالت زیباست، حق زیباست. چرا جون اینطور؟ اینا چرا عاشق شدن؟ چون به مراتبی از درک باطنی وجود مقدس امام حسین رسیدند. اونها هم امام حسین رو میدیدند، ظاهر امام حسین رو میدیدند، اما حقیقت امام حسین رو نمیدیدند. همه میدیدند، اما اینا یه جور دیگه حسین رو میدیدند، باطن حسین رو میدیدند، هدف حسین رو میدیدند، آرمان حسین رو میدیدند. میدیدند حسین هیچ چیز درش وجود نداره جز بندگی خدا و اطاعت. ما در قرآن خیلی وصف در مورد پیامبر داریم، ولی میگن کدوم وصف پیامبر در قرآن بالاتره؟ میگن سوره اسرا، اسرا به عبده، عبد بدون قید، فقط عبد. دکتر معرفت خیلی چیز باحالیه، این که گفتین جون برمیگرده بله، جون میگه من پای سفرت بودم، نون و نمک تو خوردم، تو حال خوبت بودم، الان نمیتونم ورد کنم. بعد در مقابل این ماجرا یه بیمعرفت دیگری هم مثلا تو کربلا بوده به نام ساربان که به انگشتر دست سید الشهدا رحم نمی کنه. یه روایتی داشتم میدیدم که دیگه چون این شبا روزه است و عشق و اینا، من اینا رو میگم که شما هم ادامه بدین. حضرت کودک بودن، مسکین میره در میزنه، میگه گدام کمک میخوام، امام حسین علیه السلام هر چی تو خونه داشتن میارن و برای اینکه اون گدا شرمنده نشه با دو دست مبارکشون اون حالا طلا بوده نقره بوده هر چی بوده رو ارائه میدن به اون مسکین. و اون گدایه اونجا یه دعایی میکنه، میگه این دستا اینقدر خوشگله، اینقدر کریمه، حیفه بره زیر خاک. و عصر و عاشورا ساروان به انگشتر دست سید الشهدا هم رحم نمیکنه. شما ببینید در مورد پیامبر داریم که باران نمیاد، الان تشنگیستی، از امشب شب تشنگی. عبدالمطلب پیامبر رو میخوان بچه بودن که ایشون دعا کنن و باران. شعر معروف هم که ابو طالب داره و از دستقل قمام به وجه، همین داستان در مورد امام حسین علیه السلام دارد که این منطقه خشک بوده، باران نمی آمده، خب نماز باران بعد می خوندن، امیرالمومنین بچه ها رو میاره به امام حسین میگه دعا کن. بعد همین ها مردم واقعا این نکته رو، بعد مهمان دعوت شده بین دو نهر آب نیست، از تاریخ تشریف بردید دو دریای آبه. بله. حالا ما خواهیم گفت انقدر به چادرهای اینا نزدیک، صدای آب و این بچه ها میشنیدن. اسلام اینها این بوده که فرمانده شون نامه می نویسه، ببینید این کافیه فقط همین نامه، که همه اونا که تو صحران، حیوانات، درندگان، همه اجازه دارند آب بخورند، اما بچه های حسین اجازه ندارن آب بخورند. حق، ما گفتیم از تعلی اصغر رسانای ما، حقانیت امام حسینه. اصلا تاریخ عاشورا نخونیم، بگیم آقا دو ملت با هم رحم شدن، یک گروهشون به بچه تشنه هم رحم نکردن، خودتون قضاوت کنید حق با کی بود. حق الا ترون ان الحق، حق بالا. ببینید کلمه حق در قرآن حدود 300 بار آمده. صرف و تحقق صرف خود خداست، اول خود خدا حقه، به تبع همه چیز حق. حق یعنی واقعیت.
برای ما بچگی یاد دادن که علی و بچه هاش حقن و حق با علی و بچه هاش. خیلی متشکرم دکتر، خدا به نفستون و به دانشتون برکت بده. انشالله تو شبای آینده هم از اصحاب سید و شهده بشنبیم و کنار شما صفا کنیم. متشکرم. فردا شب وارد اصحاب خاص یعنی خانواده او خواهیم شد انشالله به فضل امین الومنی. ممنونم آقای دکتر کشفی عزیز رو به خدا میسپارم. عقیق ادامه داره. حصار بوعلی هستیم. این حسینیه طبق تاریخی که گذشتگان برای ما تعریف کردن از زمان قاجار که تکیه ها توی تهران باب شد برای عزاداری بنا شده و قبلا به این صورت نبوده. ظاهراً این تمام حسینی‌های قدیم قاجاری به صورت چادر و خیمه بود که به مرور زمان بازسازی شد و به این سبک سنتی قدیمی در اینجا از قدیم رسم بود. اکثر اینجا فامیلی هستن، یه چند فامیلی با هم زندگی می‌کنن، همه هم با هم دیگه صفادار خوب مرتب رفیق. و این حسینی هم سابقه 200 ساله داره، یعنی 150 سال، 125 سال پیش اینجا رو شیروانی شد. اینجا قبلا شیروانی نداشت، یه حسینیه خاکی بود، با خاک ساختن نداریم. ما پرچممون تاریخ 1305 روش یا 27، یعنی روزی که هیئت به نام هیئت انصار الحسین حصاروالی رو پرچم نوشته هست، همون پرچم قدیمی هنوز هم داریمش. سرعموی من خادم اینجا بود، رفت این بالا این لوستر رو باز کنه تمیز کنن، از اون بالا افتاد پایین، صاف اینجا نشست، هیچی هم نشست. ببین چند متره؟ 15 متر. این یه متره آقا مهتی خدمت شما هست کنم. بعد شفا هم میگن گرفتن، من نمیدونم، ولی میگن شفا چند وقت شفا گرفتن. خدا این ایرانو، این جوانای ایرانو به لطف خودش همهشون رو نگه داره. هستن دستانی که میخوان این تکیه ها رو خراب کنن، ولی به قدرت این جوانا انشاءالله نمیتونن این کارو بکنن. ما هممون مدد از امام حسین. شکر الله الذی خلق الحسین، شکر خدا. یکم یه اتفاقی افتاده، من خیلی کوتاه بگم وقتتون رو نگیرم. از دیشب تا حالا که بحث کربلایی شدن مهمان ما، خیلی هم اتفاقی این اتفاق افتاد تو برنامه ما پیش اومد. خیلی برای من پیام اومد که ما هم دلمون تنگه برای کربلا، من پدر و مادرم رو نتونستم بفرستم کربلا، کلی قصه خوردن، خودم تنهایی قربون تک تک اونایی میرم که نتونستم برن کربلا به هر دلیلی، و حسرت میخورم موقعی که حرف کربلا میشه، تصویر کربلا رو میبینن و عاجزانه خاشعانه با خضوع و فروتنی تمام خواهش میکنم از جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم، که دستوری بدن، خصوصا الان که دیگه بالاخره ایام محرم و داره منتهی میشه به 40، یه سامونی به قیمت بلیت هواپیما داده بشه به نجف. واقعا روانیست 5 میلیون تومان فقط یه سر پرواز بشه به نجف. یعنی شرکت هواپیمایی حرف هیچ کم الحمدلله گوش نمیدن، یعنی هر کم بهشون میگه که مثلا آقا نرخ مصوبش این نیست، اینا چارتر میکنن و میره بالا. و حسرتیه که کاشته میشه به دل محبای سید الشهدا و امیرالمومنین، نمیتونن برن کربلا. حالا این که تازه مثلا فقط هواپیماش، شما هتل و اونجا کلی هزینه و اینا داره یه طرف، این هواپیما رو یکی سامون بده. آقای رئیس جمهور که یکی از حسینچیای این کشورم هست و پای روز است و اهل روز است و اصلا منبر سید الشهدا میرن، فضائل امیرالمومنین و سید الشهدا رو میگن، حتما انشالله با درایتی که دارن ورود میکنن تو این بحث تا این حسرت کمتر و کمتر بشه. امروز شهر تهران مهمان داشت و چند تا عزیز کرده امام حسین که تو سالیان قبل آغوش گرم سید الشهدا رو چشیدن و همین حالا در این لحظه به گفته قرآن زندن و نزد خدای خودشون پای سفره سید الشهدا دارن روزی میخورن، برگشتن به کشور و مردمم سنگ تموم گذاشتن و تو روز ششم محرم
هم ناله شدن برای قربت امام حسین با این چند عزیزی که برگشته بودن. خانواده یکی از این شهدای عزیز، شهید کابولی گرانقدر، الان اینجان و من افتخار این رو دارم که بهشون سلام کنم. سلام، خیلی خوش اومدین. سلام. در خدمتتون هستیم. خانم اصلانی، همسر شهید و دختر خانم شهید کابولی در خدمتتون هست. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز و عزاداران آقا با عبدالله الحسین. من همسر شهید حاج رحیم کابولی هستم. بزرگوارین، تاج سرین، قدم رنجی کردین و حسینیه عقیق رو منور کردین. سرکار خانم در خدمت شما هم هست. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز. انشالله که عزاداری همه قبول باشه. انشالله که امام حسین ادامه گفته شما به زودی زود همه ما رو به طلبه. انشالله. بابا سال 95 رفتن؟ 95 رفتن. اولین سفرشون به سوریه کی بود هاش خانم؟ 94 بود. 94، یعنی اولین بار سال 94 رفتن. و چند وقت یه بار برمیگشتن؟ یعنی چقدر ازشون خبر نداشتیم؟ چون رفتنشون طولانی نشده بود، رفته بودن برای بار 94 یه 23 روزی بود، فکر کنم 23 روزی بود که کارشون اونجا تمام شده بود که باید همه اون گروه برمیگشتن و ایشون خواستن که من بمونم. بعد یکی از بچه ها ظاهران فرمانده شده بودن نه نه این کار ما تمام شد بریم که ایشون سری بعد دوباره باز برگردیم. سری بعد هم که سال 1395 بود، 14 فروردین 95 بود که. یعنی فردای 13 بدر. بله. 13 بدر چه خبر بود با حاج رحیم؟ طبق روال هر ساله بابا اسفند هر ماه می رفتن راهیان، خیلی لطف می کردن دهم یا یازدهم فروردین می اومدن منزل. آخرین بار فکر می کنم 12 فروردین بود اومده بودن، 11 فروردین اومدن منزل و این دو سه روزی که بابا منزل بودن تونستیم فقط دیدار داشته باشیم با خانوادای خودمون. یفتیم دیدنی؟ بله. خوب. چون زمزمه رفتن بابا بود، بابا گفته بود که من یه مقداری شاید زودتر بیام که برگردم دوباره برم برای دفاع. نشسته بودیم تو خونه، یه دفعه تلفن بابا زنگ خورد، ساعت 12:30 به بعد بود که بابا گوشی رو جواب دادن. مکالمه خیلی کوتاه بود، امشب الان باشه خدا نگهدار تموم شد. مامان برگشت گفتش که کی بود چی بود، قرار شد 18 قطعی شد؟ گفتش که نه خانوم الان باید برم. کوتاه بود دیدار آخرمون، خیلی کوتاه. میخوام با جزئیات لحظاتی که خداحافظی کردین با حاج رحیم رو به من بگید. بابا وقتی که از سری قبل اومده بودن کوله پشتیشون آماده بود، لباسا شسته شده بود، تا کرده بودن، لوازم شخصیشون توی کوله پشتیشون بود، همراهی مامان هر دو تا با هم آماده کرده بودن و توی گوشه ای از اتاق پذیرایی بود از سری قبلش. همه چیز آماده بود، خونه آماده بود، من، برادرم، همسرم، مامان، عروسمون، همه آماده بودیم برای رفتن بابا. من خیلی آماده نبودم چون دیدار اومدنشون از راهیان تا موقعی که بخوان اعزام بشن خیلی کم بود. رابطه من و بابا خیلی عمیق بود، خیلی صمیمی بودیم، دقیقا مثل دوتا رفیقی که همیشه با هم بودیم با اینکه خیلی دور بودیم از بابا. خیلی سالها بدون بابا عید کردیم اما دلامون خیلی نزدیک هم بود. برای من خیلی سخت بود موقعی که بابا گفتن که من باید برم. انقدر طول نکشید که بابا آماده بشه و بره، شاید حول و حوش 45 دقیقه وقت داشت. بابا سری قبل که داشت میرفت خیلی گرم، خیلی صمیمی، خیلی بغلهای محکم، بوسیدنهای پشت سر هم داشت.
این دفعه حالا هوا خیلی تغییر کرده بود. دفعه قبل که بابا اومده بود مامان میگفت زهرا بابا این دفعه بره دیگه بر نمیگرده. ما تو خونمون راحت در مورد شهادت صحبت میکردیم، میگفتیم بابا هرچی میگفت میگفت من شهید میشم، شما مثلا آرزوی این به دلتون میمونه ها، من شهید میشم راحت میشید، من شهید میشم. حتی شوخیامون بود بابا شهید که نمیشی، همش هم داریم میگی شهید میشم. آخرین باری که رفتن از موقعی که تلفنو گذاشتن پایین دیگه نگاه بابا رو نداشتم. تلفن چیه؟ یعنی آخرین باری که تماس گرفتن که شما باید یک ساعت سوریه؟ نه از استان تماس گرفتن شما یک ساعت دیگه باید استان باشید که اعزام دارید. اونجا بودید شما دیگه؟ یعنی دیدیم بابا رو موقع رفتن؟ من پیش بابا بودم. خب خدا رو شکر فکرم تلفنی خودت نه دید. من پیش بابا بودم، کنار بابا نشسته بودم، اما بابا دیگه نگاهش دیگه به من نبود، دیگه نگاهش سمت مامان نبود. حتی خیلی اوقات که ماها بابا تلویزیون نگاه میکرد من بابا رو عاشقانه نگاه میکردم، با اینکه شاید خیلی از اوقات فیلم هایی که خیلی دوست داشتم و پخش میکردم ولی من نگاهم یه طرف دیگه بود. نگاه بابا رو نداشتم، فکر نمیکردم بغلشم نداشته باشم. آخرین بار همه چیز از ما گرفته شد. کوله پشتی رو انداختن رو دوشش، موقع خداحافظی من دویدم طبق عادت همیشگی، کاسه آب آوردم، قرآن آوردم. بابا بدون اینکه بغل کنه، بدون اینکه دست بده، بدون اینکه نگاه کنه پیشونیمو بوسید و رفت. من پشت سر بابا دویدم که آب رو بریزم پشت سر بابا، فقط برگشت گفت زهرا پایین نیا، آبو بریز توی گلدون. دیگه سهم گلدون شده بود اون آب. زهرا خانم، هممون عزیزت دست داریم تو زندگیمون و هممون یه سری حسرت داریم، ولی شما حتما تو ذهنتون یه حسرت، چند تا حسرت نمیدونم میچرخه که ای کاش لحظه آخر این کارو میکردم، ای کاش. میخوام اون ای کاش ها رو با ما به اشتراک بذاریم. ما دیدیم بابا چطور برای شهادت جنگید با نفس خودش، با عمل خودش که بخواد توی مسیر شهادت قرار بگیره. من به عنوان دخترش هیچ وقت به خودم اجازه ندادم حسرت به دلم بمونه، چون محبتی که بینمون بود هیچ وقت این اتفاق برامون نیفتاد. اما بابا همیشه یه چیزو میگفت، تنها حسرت ما این بود که همش میگفت من یه روزی شهید میشم نوه‌هامو نمیبینم. یعنی نه این که فقط به خانواده میگفت، به همه دوستاش هم میگفت. سخت‌ترین و به قول خودمون ای کاش ترین هایی که توی زندگیم بعد بابا بود دو بار بود که دو بار بچه هم به دنیا آمدن بابا نبود. همین. نه دلتون برای آغوش بابا تنگ نشده؟ و این میشه دختر دلش برای بغل کردن باباش تنگ نشه؟ بعد تازه شمایی که پدرتون 95 به شهادت رسیده، الان هم که پیکر برگشته استخون برگشته، یعنی هنوز الان استخونای بابا رو میتونیم بغل کن. ببینین ارتباط که دلی باشه خیلی اوقات نیاز به جسم نداره. بابا با وجودش، با اینکه هیچ وقت جسم شما از سال 95 دیگه ندیدیم، روحش همیشه با هامون بود. خیلی جاها کمک هم کرد، خیلی جاها دستمو گرفت. معراج شهدای مشهد بود که اولین بار تابوت بابا رو دیدیم. خب سخت بود، برای من سخت بود. سخت‌تر بود که بابا قبل از اینی که بره به من میگفت، دستشو میذاش رو پا، میگفت زهرا یه روز خبر شهادت منو میشنوی، ازت میخوام مثل حضرت زینب صبوری کنی، صدای بلندتو نامحرم نشنوه، صدای گریتو. سخت بود که بخوام خیلی جلوی خودمو بگیرم موقعی که تابوت رو جلوی ما باز میکنن. تصوری که شما آخرین بار از پدرمون داشتیم با آخرین باری که دیدیمش بعد از گذشت 6 سال و 3 ماه، ولی آرامش رو خودش بهمون داد. این 6 سال و 3 ماه یعنی شما روز به روز شمردین روزا رو؟ دقیقا. روز به روز تقویم ورق زدین تا خبر برسه که پیکر حاج رحیم عزیز ما داره میاد، که خیلی خوش آمدیم. من مطمئنم در این لحظه توی این استودیو شما حاضرین آقای حاج رحیم کابلی، و امیدوارم که ما رو دعا کنید همین حالا.
ما یه مهمان ارجمند دیگه داریم، خانم اصلانی و خانم کابلی، آقای نریمان پناهی عزیز و دوست داشتنی که به قول آقا رضا هلالی صداشون صدای آسمانی. ما نمیخواستیم توی این بخش خدمتشون باشیم. من نمیدونم اومدن یا نه، اگر رسیدن به اینجا هستن. آقا نریمان در خدمت شما، بیان یه روزه ای هم بخونن که در معیت همسر شهید و دختر شهید. آقا نریمان خیلی خوش آمد، قربونتون، مخلص شد. حاج آقا من سلام علیکم و احوال پرسی و مصاحبه همونو میزنم برای بخش بعدی. الان با صدای آسمانی شما روزه بشنویم برای دختری که پس از 5 سال امروز با استخونای باباش مواجه شد. بود منزل ناوت در سفر روحانی شب جمعه، شب زیارت مخصوص قاصد شهداست و شرج خدا روزی همه کنه. شب جمعه که الان خیلی ها مشرفن کربلا، بله، به صورت هم همه کنه انشالله فرج آقای امام زمان باشه، سلامت امام زمان باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. نمالت که پیراهن تو ببویم، نه فرصت که در ماتم تو بگریم، حسین من. خدا حافظ ای برادر زینب، به خون غلطان در برابر زینب، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین وای وای وای، حسین وای وای وای، تنت بی سر مانده در دل صحرا، سرت گشته روی نیزه اعدا، حسین من. برادر جان بی تو در دل صحرا، شده تنها خواهرت گل زهرا، حسین من. خدا حافظ ای برادر زینب، به خون غلطان در برابر زینب، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین وای وای وای، حسین وای وای وای. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و صلی الله علیک یا ابا عبدالله. طیب الله جان، خود به نفستون برکت بده، خیلی مخلصم، متشکرم. اجازه بدیم با همین حال از همسر شهید کابلی خانم اصلانی، با همین حالتون، چشایی که برای سید الشهدا گریه کرده، یه دعای ویژه کنید ما رو. انشالله عاقبت همه تون ختمه به خیر بشه. خدا کنه انشالله به زودی زود آقا امام زمان ظهور کنه، همه ما از این غم و رنج و بلا راحت بشیم انشالله. الهی خانم کابلی شما هم رو دعا کنید. یه تیکه از وصیت‌نامه بابا بود که همش میگفت و نوشته بودن که
پشتیبان ولایت فقیه باشیم. آقامونو هیچ وقت تنها نذاریم. چشم ما باید به دهن حضرت آقا باشه. انشالله که ظهور آقامون زمان نزدیکتر بشه. انشالله که شهدای همه ما با ظهور آقامون زمان رجعت پیدا کنه. انشالله. به حق امیرالمومنین. متشکرم. میدونم که امروز مراسم تشییع بوده. مراسم ودا بوده با پیکر را خسته این از صبح تا حالا درگیر بودین. خیلی عزتتون نمیکنم. ممنونم که اومدین. سرکار خانم متشکرم. همه جوونا رو دعا کنید که انشالله عاقبتشون بخیر بشه. متشکرم. خانواده محترم شهید کابلی رو به خدا میسپاریم. یه بخش کوتاه میبینیم. در خدمت عزیز دلمون آقا نریمان پناهی هست. خب تصاویری که دیدید مربوط به جلسه همین امروز آقا نریمان پناهی تو هیئت رزمندگان مکتب الحسین بود تو امامزاده معصوم تهران که خیلی عظیمی از جوانای سینه زن میرن. بعد جلسه آقا نریمان هم اینجوریه که میدونید دیگه، درسته که بخش عمدش به سینه زنی پرداخته میشه اما همش روزه است. یعنی اشعاری که حاج آقا انتخاب میکنن اینطور انتخاب میشه که شما هم که دارین سینه زنی انجام میدین اشک ما چشتون میاد و روزه و سینه زنی با هم دیگه مخلوط تو جلسه‌های آقا نریمان و یه فضای خیلی عجیب. ان شاءالله که ایتون استین برین بعد از ظهر میتونید تشریف ببرید و استفاده کنید. ما هم دعا کنید. آقا نریمان پناهی عزیز سلام، شبتون بخیر. متشکرم با این همه خستگی تشریف بود. علیکم السلام، ارادتمندم. شما خسته نباشید. در خدمت. زنده باشین. آقا نریمان، من از رفقا و اساتیدی که چند شب اومدن به عنوان حسن مطلب پرسیدم که چطور زلفشون گره خورد به سید الشهدا و مداح شدن. شما چی شد مداح شدین و چی شد به شهرت رسیدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی صحبت شده، حتی تو خود صدا سیما سوال کردن و عرضم شد که خب ما چجوری عرض کنم، خانوادمون خانواده مذهبی هستیم و من قبل از اینکه مثلا مدعی کنم قاری قرآن بودم. بعد دوازده سال و سیزده سال قاری قرآن بودیم. بعد دیگه جبهه شروع شد و خوندنم هم از جبهه شروع شد. این شروع
خوندن ما بود. یعنی سنین کودکی و اینا نمیخوندین شما؟ کودکی نه، اصلا سن دیگه 17-18 که جبشو شد مدده شروع کردیم. قبلش قاری بودم، قرآن میخوندم. چی شد تو جبه رفتین سراغ مدده؟ یعنی مدده خب... مریض شد نبود؟ نه نه علاقه داشتم. خیلی از بچگی ما علاقه داشتیم، همه دوستان اهل بیت همینجوری هم بچگی علاقه دارن دیگه، طبیعیه. بله، چون ذاتی فطریه دیگه، اینا آموختنی نیست، چون رگ خونمونه، وجودمونه. ابا عبدالله الان مخیره میبینیم بچه که سرشون کمه جلسه میان، 5 سالشه، 4 سالشه، سینه میزنه گریه میکنه، کسی به یاد نداده. نه فهمیدن قبر ما در قلوب دوستان ماست، یا شیعیان ما از اضافه گل ما خلق شدن، اونا پدر مادرهای حقیقی ما هستن دیگه. خداوند به خاطر اونا ما رو خلق کرد. همینطور اونا ما رو خلق شد. حالا ایمان تو جبهه خوندین و جنگ تموم شد، کی به شهرت رسیدین اون موقعی که دیگه کم کم مثل کردین جمعیتتون زیاد شده؟ لازم میکنم، البته ما دنبال شهرت نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود. ما همشه گفتم جلسه، ما دنبال این هستیم که امام حسین رو به عالم نشان بدیم، نه خودمون رو. تو روزا میگم یعنی بچه خودمون رو میزنیم که امام حسین دیده بشه، نه ما. من میخوام به شهرت برسیم. تو جبهه شروع کردم به روزه خوندن، عرضم شد که از همونجا شروع شد الحمدلله. و تو خود منطقه هم اسم مکتب الحسین تو منطقه ما نامگذاری کردیم، مکتب الحسین. و خیلی از بچه هم تو هم مکتب الحسین بودن شهید شدن، خیلی هاشون روحشون شد. آره روحشون شد. شب جمعه سالشون کنم، یادمون کنم، ما رو دعا کنم. الان هم که بادم اینجا فقط هدف اینه، هدف اینه ما دیده بشیم، نه هدف اینه که حتی لباس سیاه تنم میکنیم امام حسین نشون بدیم، نه خودمون. این مناعت طب شما سوال نریمان، این روزا مثلا حالا برخی از جوانایی که میکروفون دست دارن اونم نگاه میکنم مثلا سبکای عجیب غریب میخونه، فیلم برداری عجیب غریب میکنه. خب این چجوریه الان برخی ها تو نسل جدید پس این دنبال اینن که خودشون دیده بشن، شهرت بیارن؟ ما زمانی که جبهه رفتیم، جبهه رفتی، من قبل این جبهه من معلم داشتم، معلم دینی داشتم، اخلاق داشتم، معلم حدیث داشتم. من معلم یه معلم داشتم فقط حدیث برمون میگفت، یه معلم داشتم که بعضیم شده اخلاقیات داشتیم ما. این یه دونه نبوده، چند تا داشتیم ما. یکیش حمیدی رفیعیان بود که معلم ما بود، شهیدم شد رحمت الله، و او ما رو بعضیم شده هیئت میبردش. معلم داشتیم ما، استاد داشتیم ما، معلم دیدیم، استاد دیدیم، زحمت کشیدیم. چه در سن که از 12-13 سال بودش، چه حتی الان هم هستیم، تکرار نیستیم ما اصلا. اونا که اهل علم، اهل علم باشن، هیچ موقع ازم شد که با اونی که یاد گرفتن نمیرن زیاد جلو، هی میرن دنبال کسی که ازم شد که اینا رو بیشتر به خدا نزدیک کنه، بیشتر توحید شناسی، امام شناسی. هی اونا که واقعا میخوان برسن به اینجا، هی میرن دنبالش. درسته؟ یکی از دلایلی که شما دارید سوال میکنید این بود که ما معلم داشتیم، خود سر کار انجام نمیدادیم، یادمون داده بودن چجوری بخونیم، چجوری گریه کنیم که فقط برای ابو عبدالله باشه، برای کسی نباشه اصلا. خدا حفظتون. برای ابو عبدالله باید بخونیم، نه برای کسی دیگه. برای من فرق نمیکنه دو نفر باشن، 2000 یا 2 میلیون نفر، هیچ فرق نداره، چون هدف من اونا نیستن. هدف سید شهداست، مثل نمازه. چون من جهان بخون چیزی پشت یه نفر باشه، چه 1 میلیارد. اگه تو واقعا برای نماز واسطه دینه، باید برای فرق بکنه چند نفر پشتتن. آقا نریمان، یکی از همون آدم هایی که گل بود مثل خودتون، اهل جبهه بود و وقتی هم که جنگ تموم شد تو تهران پرچمدار عزای سید الشهدا بود، آقا مجید سیب سرخی بود جانم. که امروز شریک روزه عقیقه. من یه ویدیویی هم دیدم از اون جلسه‌ای که برای همون روزی که فوت کرده، فکر می‌کنم شما هم تو اون جلسه هستین. از مجید برام بگید.
مجید با معرفت، با عشق، مخلص، بی کلک، زلال، چون من باش زندگی کم اینو دارم، میگم زندگی کردم. یه اشاره کنم که مناسبت داره، امشب شب آتشه، شب هفتمه. یادمه که مجید سیب سرخ روح شاد، ما شب عاشورا از هم شدید، بچه همه جمع شدیم خونه که دوستان، شاید راضی نمیشه اسمی ببرم ولی میبرم، شما را عبا عبدالله هم از قاسم نوری اونجا تا صبح بچه ها مخلوط بچه رزمنده ها و غیر رزمنده ها جمع شدن، تا صبح اونجا سینه میزدیم تا اذان صبح و نماز جماعت صبح دوباره میرفتیم. مجید رو که من گذاشت که ندیم، من گفت که ما حسینیه خالیه، حالا بلا مانه است، اینجا میشه سینه زد گریه کرد. گفتیم خب شبا شو که اینجا هستیم، از شب هفتم میاییم حسینی شما. از شب هفتم میرفتیم خونه مجید سیب سرخی، بعد از جلساتی که داشتیم ساعت ده دوازه تموم میشد، بله نیمه شب، بله تا صبح زیر زمین بود، حسینی منزل خود سیب سرخی بود، اونجا تا صبح عزاداری میکردیم. البته آرام ها، نه که سر صدا باشه، نه خیلی آرام، تا صبح سینه میزدیم که مناسبت خوبی هم هستش، یاد کردیم از مجلس بود. و یه خاطره هم خیلی خاطره داشتم، یه خاطره من جبهه به شما بگم. بله شلمچه با هم بودیم تو منطقه باغ مجید سیب سرخ، بله با هم بودیم که تلویزیون هم نشون داده، یه تیکه هستش که تو کانالش هستیم در چه ماهیه، و اونجا فیلم مردم از قبل هماهنگ نشده بودش، فیلم مردم میاد عبور کنه بره، ما نشستیم اونجا. بعد محمود چه دوستان من زمد خودستشون داشت که آقا روزه برام بخون، من دیدم چون مجید اونجاست، رضا پور احمد هم اونجا نشستم، من دیگه حیا کردم سرم پایین دادم که نخونم، بلا واسه رو کرد آقا مجید شما بخون، که آقا مجید شروع میکنه روزه حضرت علی اصغر میخونه، وقتی میخونه تمام میشه وای نمیسته دیگه، میره فیلم مرده دنبال مجید میره، مجید مجروع هم بود ولی به خودش یعنی طوری رام رفت که مثلا من طوری میسته اونا، فیلم مرده با مجید حرف میزنه ولی مجید وای نمیسته چون تو این فضا اصلا نبود، دوست نداشت. خیلی با اخلاق شد مجید، خیلی خیلی. و جالب اینه که خیلی نمیدونستنشون مجروعه، هیچ جام خودشون نمیگفتن اصلا، خیلی بودن مثلا معمولی فوت کرده، نه خیلی مجید شهید شد، مجروع جنگ بودش مجید، انقدر این با اخلاص بود، انقدر با خدا بود، تو خوندناش خیلی مراد میکرد. و اون موقعی هم که آقا نریمان، اون موقع هم که آقا مجید بود خیلی حواسش به حسین بود، خیلی آره، خیلی راهنمایی های متعدد میکرد حسین آقای سیب سرخی رو، بله. که چجوری قدم برده، بله. تو مسیر نوکش، بله بله همینجوره. مجید واقعا روح خوش به سعادتش، قربونت چشاتون برم که پر میشه موقعی که رفیق، بله. شهیدتون صحبت، بله. یه عکس با هم ببینی، بله بچه ها محبت کنید بندازیم. یا میتونین بگین کیا تو این عکسن؟ بله کنار من سمت راستی محمد طاهریه، بعد کناریش محمد عسکریه، اون دو تا از اون حقیقت اسمشون یادم رفته، اینجا ازم شد که دو کوه است ولی یکم فاصله داره از خود دو کوه، یه منطقه رفته، یه منطقه جنگی نیست اینجا، دو کوه است دیگه، حتی از منطقه جنگی که من میگیم فاصله داره؟ نه منظرم که چند ساختمون فاصله داره. آها ساختمونه تو ساختمون دیده نمیشه، اون دارم میگم درست. آقا نریمان همون دوره شما مثلا با حاج محمد آقای طاهری رفاقت داشتین تو جبهه؟ بله بله، خیلی با هم روزه خوندیم، سینه زدیم، گریه کردیم، چه تو منطقه چه تو تهران. محمد طاهری عزیز ماست، قلبمش ارادت دارم، کسیست که واقعا بچه با اخلاص، با خدا، با تقوا، و ازم شد که از اون کسایی بود که محمد همیشه دنبال شهادت بود. محمد عسکری هم اینجوره، محمد عسکری هم بچه هست که بچه جنگ و با اخلاص خیلی، و شاید بعضی ندونم محمد
بدنش پر ترکشه. ولی اصلا نشون نمیدن خودشون. آقای عسکری. بله من عسکری. خدا حفظش. بچه جمع، بچه جبهه، بچه با اخلاص، بچه با خدا. همینطور. بله. خب بچه عکس دیگه هم هست؟ خب یه ویدیو با هم ببینیم اگه موافق. پخش کنیم. گویا حسین من تویی ای پاره پاره تن چون آیدت شکاف دلت بوی ما. آقا نریم، این جلسه کجا بوده؟ بله این جلسه ختم دوست ما شهید داوود، که دایی داوود منافی خودمونه. بله. شهید شدن و مراسم ختمشه. اکثر اون بچه اونجا بودن، اکثرشون بچه های جبهه هم هستن. ختم بود دیگه. حاجستان عزیزمون که خیلی دوستش دارم، خیلی خدا نفس خوبی بینداده، مراسمش نظر خوبی کرد که آجستان ها داشتن روزه میخوندن. بعد قدیم اینجوری بود دیگه، ما محفل روزه این شکلی بود، من گوشه نشسته بودم زمزمه میکردم، گریه میحسن من را صدا کرد و بیا بقیل ایمان بشین که شروع کنم با هم دیگه روزه خوندن. آنه ما این ارتباطتون معلوم با آقای خلج هست هنوزم؟ یعنی جلسه های هم دیگه میرین، ارتباط دارین یا نه؟ نمیرسیم حقیقت. نه محبتمون، دوستامون، بعد دوستمون، محبتمون هست، ارتباطمون هست، خیلی ارادت دارم بهشون. ولی خب دیگه همیشون جلسه داره، همان جلسه دارم، متاسفانه دیگه مثل قدیم زیاد همجه نمیتونیم ببینیم. خدا حفظتون کنه. سلامت باشید. ما شما رو خیلی دوست داریم. ممنون. ما خیلی، یعنی من تایید کنندم اون بچه‌ای که اینجا، آقا نریمان، خیلی بچه‌تر از حالا بودیم پای منبر شما. حسین میکردیم. خاطرم هست یه بار اومدین کرج بالای 3 ساعت ذکر سید الشهدا میگفتین، یعنی فقط میگفتین حسین و جمعیت هروله میکردن و مستانگی میکردن و دیوانگی میکردن و شما هنوز که هنوزه آقا نریمان دوست داشتنی ما هستون. خدا بهتون عمر با برکت بده. قربونتون برم. تا یه مقدار چای بخورید، گلوی تازه کنید، یه بخش خیلی کوتاه میبینیم برمیگردیم به شما. متشکرم. ارادتمندم. 2:14 بامداد، آقا نریمان پناهی اینجا و چی بهتر از این که ادامه بدیم گفتگومون رو با این ذاکر دوست داشتنی سید الشهدا. آقا نریمان، این حسین جان آبروی دو عالم رو که الان با صدای آقای پویانفر شنیدیم و خیلی از رفقای مداح و خواننده حتی اجرا کردن، ولی فکر میکنم اولین اجرای این شعر با صدای زیبا و شنیدنی شما بود. ماجرای خلق این اثر رو بگید، اصلا شعرش برای کیه، چطور ساخته شده؟ بله، اینو خدا حفظش کنه آقای اصفهانی، اولشو که ما شنیدیم زخمتند روی ریگ بیابان خوند، این به دل من نشست. دکتر محمد اصفهانی خواننده. بله اصفهانی خود میخوند. بله. بعد خوند و من هم سلیقه اینجوریه دیگه، چیزی به دلم بشینه ازم شد دیگه ولش نمیکنم. آهنگ چی بود میتونید یه بخش؟ زخم تنت روی ریگ بیابان. خب اینو شروعشو آمد اصفهانی شروع کرد. شما اینو شنیدید؟ بله. بعد این شعرها که اندار میشنوی اینو خودمون گفتیم دیگه. عجب، یعنی این شعر حسین جان ای آب روی دو عالم نگین سلیمان، شاعر نریمان پناهی. بله. عجب. تو بالای نظر اسفل از کن، این خودم گفت، خودم که همش مال
آقای امام حسین دیگه، لطف امام حسین، برکت امام حسین به ذهن ما میذارم ما میگیم. چه سالی گفتین این شعر آقا نریما؟ دقیق سالش نمیدونم، دهه 70 بود دیگه. آخه خیلی ماندگار شده این اثر. خیلی، چون خیلی جانسوزه آقا. شعرت خیلی جانسوزه، ماندگار میشه دیگه. و اینکه حالا با صدای جوان‌تر رو میشنوین چه حس و حالی آقا نریما؟ چی رو؟ همین کار رو با صدای جوان‌ترا وقتی میشنوین چه حس و حالیه؟ تعصب دارین رو کارتون که آقا اینو من گفتم ایش که نمواد بخونه؟ نه نه اصلا من جوی نیستم، نه من بعض ما شده شعر تازه بوده سبکم داره، یا میشه به منم بدی گفتم ببر همین رو من بخونم اصلا به اسم تو تمام بشه. اینا مهم نیست. من خیلی به بچه ها خوننده ها میگم که همین دنبال این مطلب ها نباشیم، دنبال خود امام حسین باشیم که امام حسین قبول کنه نه کسی دیگه. خودم نباید مطلب بشیم آقا. الان خدا میدونه اینا نشون دهیم. من زیاد خوشحال نشدم، ناراحتم شدم، بیر درباسی دارم راحت. من اخلاقم اینجوری دید دوست ندارم از من تعریف بشه، بعد از امام حسین تعریف بشه نه خودم. هرچی آقا نریمان چجوری قافلگیر شدم یا نشون بودم این حالو چجوری حفظ کردین شما؟ چه نیازی نشون میدیم اینو ما عزیزین؟ شما بالاخره مردم باید بدونن شما چقدر عزیز و دوست داشتنین و اگر یه نفری میشه نریمان پناهی همینجوری نمیشه. میخواستم یه سوال کنم، سوالو میذارم کنار بعدا میپرسم ازتون. میخوام الان یادگاری برای ما یه بخشی از همین کار حسین جان ای آبروی دو عالم رو همین الان برامون اجرا کنید، برامون بمونه یادگار از برنامه عقیق برای مرد. قبول دارید این برنامه سخته؟ حتما همینه، ولی مطمئنم برای مردم انرژی میسید. میدونم بله اسمت. تو اینجا خوندن چون اون که ممکن جلسه میخونیم فرق داره دیگه، خیلی واقعا اذیت میشه آدم، ولی ما اونم به جون میخریم. قربونتون به خدا اونم به جون میخریم. الان اینجا اومدم پنجمین جلسه همه. صبح میشه شیخ بودم، زور ازم شد کاخونه اینا خودرو بودم، بعضا مکتب بودم، جای دی بودم، الان اینجا رسیدم. افتخار ماست. و بعضی شاید خیلی بودن ما راحت میام بیرون. اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیستش. الحمدلله نه خواب خوبی داریم نه خوراک خوبی داریم، ناراحت هم نیستیم، خیلی هم خوشحالیم. نه معرفت چون برای آقام باید زحمت بکشیم، باید هزینه کنیم. چرا؟ چون امام حسین هزینه کرده، ما باید هزینه کنیم. طلب هم نداریم، بدهکاریم. نه ما بدهکاریم، عالم بدهکار ابو عبدالله است. زخم تنت رو یه ریگ بیابان، عشق دل و سوز آه یتیمان، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین جان آبروی دالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم. تو بالای نیزه را سپر از خون، به روی ناقه ها من دل خون. خدا حافظ ای برادر زینب، خدا حافظ ای برادر زینب، به خون غلطان در برابر زینب، به خون غلطان در برابر زین. به شهر شام در هجوم نظرها، کند خنده دشمنت به دل ما، کند خنده دشمنت به دل ما. حسین جان ای آبروی دالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم. برادر جان بی تو در دل صحرا، شده تنها خواهرت گل زهرا، شده تنها خواهرت گل زهرا.
خدا حافظ. هی برادر زینب به خون غلطان در برابر زینب، به خون غلطان در برابر زینب. قربون نفستون برم، سلامت باشه. سلام امام حسین، برکت بده. سلامتی. یعنی من الان دارم میخونم اینو، چشام داره سیاهی میره. ببین چرا لطف از نظر انقدر روزه خونیم صبح تا شب، الان ناراحتم هستم. چرا بسی کم نذاریم؟ حقیقت دیگه اذیت میشم خودم. نذاریم خدا میدونی قد گرکم خوش ده عشقامون، خیلی هم خوشحالیم، ناراحت هم نیستیم. چرا ما با این روزه میخوام حالا بدونن همه، من با این روزه ها گریه ها زندگی میکنم، نفس میکشم. خدا میدونه با این خستگی ها حالمون خیلی خوبه. بعضی ها میگن که تو این مثلا گرونی و فشار اقتصادی و فلان و بهمان و بالا پایین زندگی برای چی میرید گریه میکنید؟ افسردگیتون بیشتر میشه، نم افسردگی میاره. به اینا چه جواب میدین آن نریمان؟ امام صادق فهمودن که شادی در غم ماست. متاسفه که بعض امام حسین نشناختند. بیاییم امام حسینم بشناسیم. چه اشکال داره یه بار همه جا میرید؟ یه سری هم به حسین امام حسین بزنید، یه سری هم کربلا برو مثلا برای دیدن برو ها، و بخواه بهت نشون میدم. ما بخواهیم بهت نشون میدم. و چرا ما خسته نمیشیم؟ چرا افسرده نمیشیم؟ چرا افسرده نمیشم؟ خدا میده اینقدر من گریه میکنم، اینقدر دو روز گریه میکنم، یعنی از گریه نکنم لذت نمیبرم. اون گریه لذتی داره که هیچ لذت پیدا نخواهی کرد. من که تلویزیون دارم میگم، اون عقیدمه. الان ساعت چنده؟ دوه؟ 2:25 دقیقه. من از صبح دارم میخونم تا الان. شما 6 صبح شروع میکنم. درسته؟ بچه را حالا به هم نمیخوره. چه خسته نمیشم، چه کسل نمیشم. اینم نوع صحبت منه. به امام حسین دارم قسم میخورم، نه نهار خوبی خوردم نه شام خوبی خوردم. قربونتون برم. نه نه خواهد چیزی بگم به شما ها؟ و یه چیزی دیگه، امروز من تو مکتب الحسین نکته بگم، بعضی بشنه من خوبه. آب یخ ضرر داره برای سینه، درسته؟ بله. علم ثابت کرده اینو که میبنده مثلا، ولی ماما برعکسه تو روزه امام حسین. من امروز تو مکتب الحسین تو اونم جمعیت اعلام کردم، قبل که بخونم یه آب مدنه بردن توش یخ بود، نه که خونک باشه، یخ زده بود. گفتم اونو بدیم من میخوام بخورم، ما صدات میگیره. گفتم میخوام بخورم اتفاهم باز میشه، الان زره گرفته، مالا خسته است انقدر روزه میخونم و نگرفته. اونو خوردم، خدا میدونه. بعد بلند شدم خوندم، یک سطر رو خوندم، نخش افتاد، نعذیت شدم. من تو کربلا زه صحبت کردم؟ نه دارم استفاده میکنم. من تو کربلا بدونن خیلی ها اعجاز ابا عبدالله رو، نه نریمان رو، اعجاز امام حسین رو رانی میخریدن. بچه ها رانی آب میبینن. بله زمان 81 کربلا بودیم ما، هوام سرد بود، خیلی سرد. هر شب روزه داشتم، گفتم بچه بیاین رانی برام بخریم بیارین توش یخ بزنه. و امشب قسم به سید الشهدا، قسم که قسم خیلی بعضی بیشتر ایمان میارن، که بچه دستش میگرفت اینو سری میداد به این دستش، انقدر یخ بود اذیت میشد. گفتم هر وقت گفتم بده بخورم، من میخوندم بودم بده بخورم، آه یخ بودم بده من، خدا میدونه میخوردم صدام باز میشد. خدا و می دیدم باز این صحنه رو، گفتم چرا؟ چون اعجاز امام حسینه، ایمان میرم این اعجاز ابا عبدالله رو. ما وقت ما جا خیلی کمه، ببخشید قربونتون برم. 30 ثانیه مدیر پخشمون بهمون اگه میشه وقت بدن، این سوال یادگاری از آقا نریمان خیلی کم میان تلویزیون. بعد 120 سال، بعد 200 سال ملک الموت و موقعی که میخواین زیارت کنید انشالله، اونجا دوست دارین تو 30 ثانیه به هم بگین، دوست دارین امام حسین که انشالله میان ببینن نوکرشونو، بگن که این همون نریمانیه که کدوم نوحه رو خونده، کدوم نوحه این دنیا رو میخواین اونجا به نامتون بزنن. چه سوالایی میکنی شما؟ و همه جانسوزه، من نمیتونم جدا کنم ازشون. یکیشو الان انتخاب کنین یادگاری بره براتون اونجا، بگن این نریمانیه که اونو خونده. راسته گیدش شاید کدوم انتخاب کنم؟ همش برای من یکیه، همه جانسوز. آخ نمیتونم جدا کنم، و
والا همه جانسوزه، همه که خوندیم جانسوزه، به سمت گودال اونم جانسوزه، سپردان به خدا بریگم اونم جانسوزه، کدومش بگم؟ تاج سر مایدانه سلامت باشید، خدا بهتون سلامتی بده، خدا شما حفظ کنه، قربونتون برم، برنامه رو میذارید خیلی برنامه عالیه، خیلی خوبه عزیزم، خدا حفظتون کنه، نظر لطفتون ما رو دعا کنید، آن در ایمان پناهی عزیز دوست داشتنی، متشکرم از همه بچه ها و متشکرم از بچه های پخش که به ما وقت دادن. جان معذرت میخوام، شب جمعه است، این اموات مومنی مومنه شهدای ما شاید همه رو یاد کنید و فرج آقای امام زمان لایا اینو فراموش نکنیم و سلامتی رهبر عزیزم اینشان نواد دشمنان که چشی در این مملکت امام حسین ببینن حسادت میکنن لایا متشکرم سلامت. آقا نریمان پناهی عزیز با دعای اللهم عجل ولی کل فرج همه تونو به خودم اسپاریم. یعنی هر جایی که رو کرده دلم سمت حرمه ای شاف فردای همه وقف تو نفس های همه یک عمر دخیل شده